سلام، دنیا هستم، 21 سالمه. در حال حاضر در کشور استرالیا، شهر ملبورن زندگی میکنم و اصالتم هم تهرانیه. تهران به دنیا اومدم. خب کلا بچگی دوست داشتم. کلا خوندن، اجرا کردن، حالا تو هر زمینه بازیگری دوست داشتم و بچگی هم پیانو میزدم. مثلا همه جور موسیقی گوش میکردم. حتی با اینکه مثلا اون موقع که ایران بودیم انگلیسی متوجه نمیشدم، آهنگای انگلیسی گوش میکردم. خیلی توی این فاز بودم همیشه. و همینجوری علاقم شروع شد. آروم بزرگتر شدم و دیگه به جای رسیدم که از کم خوب دوست دارم که این کارو واقعا انجام بدم. سعی کردم که توش پیشرفت کنم. توی دریای عشق ولم نکرده ارزش داره سر تا پای تو رو طلا بگیرم. من دارو ندارم و سر این علاقه میدم. از چشم تو سر چشم گرفته زندگیم، پس ارزش داره سر هزار دفعه برات بمیرم. ارزش داره سر تا پای تو رو طلا بگیرم. من دارو ندارم و سر من همیشه سعی کنم واقعا اون چیزی که میپوشم، اون چیزی که نشون میدم، میکاپم، موهام، لباسام واقعا چیزی باشه که خودمم. یعنی مثلا حالا واسه موزیک ویدیوام و اینا همیشه واقعا با نظریه خودم بیشتر لباسه که پوشیدم و اینا همه مدلی بوده. مثلا نمیتونم خیلی بگم طراح لباسی داشتم، ولی خب واسه برنامه های کنسرتام که شروع شد با یه طراحی توی ایران کار کردم، ستاره میلان، که خیلی خوشحالم اینکه پیداش کردم. اول فکر کنم که چجوری میتونم خودم رو یه جوری بشناسونم با آدم هایی توی ایران هستن و خب از طریق سوشل میدیا تا دیگه این کار خیلی راحت شده. از اینستاگرام شروع کردم، کاورهای خارجی درست کردم، مشاپای مختلف درست کردم، آهنگای ایرانی خوندم، شروع کردم آهنگای دیگران رو خوندن اول که یه فنبیسی جمع کنم ببینم اصلا آیا صدای من رو دوست دارن آدم ها، کنم با خودم حال میکنن در کل که حالا بخوان آهنگ منو بشنون. و بعدش دیدم که خب مثل اینکه ازشون نیومده. در حال حاضر جایی که هستم و اوکی هم، ولی خب مامانم اینه که آردی اینجا هستن، ولی خب اگه دوستای مرگون ها همه اینجا بودن که چی میشد؟ من از دم شکستم هر ساعتی که جلو هم و دیه جاهایی رفتم که قبل من پلان بود. از اولش خیلی موافق نبودم، مثل همه مامانا دوست داشتم بره پزشکی بخونه، مهندس بشه، ولی بعد که دیدم خیلی دنبالش هست یه روزی گفت اینا رو احتیاج دارم، رفتم همه رو براش خریدم. وقتی من خونه دید همه چی تو اتاقش آماده است، یه سری چیزا رو خودش خریده بود، بقیه‌اشو من گرفتم. بهش گفتم دیگه برو کارتو شروع کن ببینم به کجا میره. دنیا تمام وجودش عشق محبت عاشق مامانم. من وقتی که به دنیا اومدم با مامانم بودم، یعنی همین الان 3-4 روزه ندیدمش واقعا دلم براش تنگ شده. یعنی اصلا خیلی هم مثلا شاید با هم دعوا اینا کنیم، چون با مامانم خیلی رفیق طورم. بعضی وقتا میگه بس که یه دفعه من مامانتم مدلیه، چون که خیلی رفیقم با هم دیگه. مامانم خودش خیلی آدمیه که همش اهل عشق و حاله، حتی مثلا همش دوستان بیان خونمون مهمونی بگیریم اینجوری کنیم. حتی این کاراکتری هم که همش بگم بخندم خوشحال باشم شادم در کل، از مامانم یاد گرفتم این قضیه رو. کلا خانواده مامانم، مامان بزرگم هم مثلا همین جوری همه چی شاده. مثلا ببینینش میگیم مثلا چی جوری مثلا مامان بزرگ دنیایی. خیلی شبیه مامانم هم. خیلی روم تاثیر داشته تو زندگیم، خیلی تاثیر داشته. اسمش هم تاتی کردم، انقدر تاثیر داره. Thank you.
وقتی 12 سالم بود از ایران رفتیم مالزی. دقیقاً درست یادم نمیاد دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد توی خانواده‌ام، ولی به جای رسیده بودیم که یا بابا میگشتیم ایران یا بعد یه کار دیگه میکردیم میرفتیم یه جای دیگه. و خب هیچ جوره مامانم مخصوصا دوست نداشت. نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد و چی شد که اصلا همچین فکری اومد توی ذهن خانواده‌ام، ولی به صورت پناهندگی رفتم استرالیا، یعنی با لنج یا قایق. والا مثل که یکی از دوستای بابام میاد براش تعریف میکنه که بیا این کارو بکن خیلی کار درستیه فلان بیسار، و اصلا نفهمیدم چی شد. کلا توی یه هفته جمع کردیم و رفتیم جاکارتا و سختی هایی که توی اونجا کشیدیم بماند چی بود، اصلا چه اتفاقاتی افتاد. خیلی یهویی برام اتفاق افتاد که بخوام برم توی یه شرایطی قرار بگیرم که اصلا فکرش هیچ وقت نمی‌کردم بخوام تو همچین شرایطی قرار بگیرم. بهمون گفته بودن نه گوشی بد داشته باشین، هیچی نباید داشته باشین، فقط یه کوله پشتی و همین. و خب مثلا حدود یک ماه دو ماه ما تو اندونزی بودیم منتظر این که بهمون بگن اوکی امروز روزیه که قراره شما برین وسط اقیانوس به سمت استرالیا. علی لباسچی هستم و کار موزیک پرودکشن انجام میدم و خیلی خوشحالم که تونستم چند تا از کارهای دنیا رو به عنوان موزیک پرودیوسر در خدمتش باشم. دنیا خب از قبل از دوستای من بود و اینکه دیده بودم کارش رو داخل یه بندی میخوند، اینکه تصمیم گرفتیم با هم دیگه کاری رو شروع بکنیم که بتونه به صورتی خیلی جدی وارد کار خودش باشه و وارد مارکت بشه. اولین کاری که کار کردیم کاری بود با عنوان میدونی دوستت دارم، که خب مسلماً کاری است که من خودم خیلی دوستش دارم. و آهنگ دومش که کار کردیم آهنگ بارون که میباره، که بیشتر مورد توجه قرار گرفت و دنیا بیشتر شناخته شده بود. تر ملودی خیلی روونی که داشت من فکر کنم که خیلی مورد توجه قرار گرفت. خب مسلماً دنیا هم خیلی زیبا خوندش و اجراش کرد و خیلی با احساس بود. فکر می‌کنم به خاطر همین مردم خیلی دوست داشتن. من فکر می‌کنم که دنیا خیلی دختر با استعدادیه و به نظر من خیلی آرتیسته تو بخش آرتیستی که ماجرا میتونیم اونو بگیم، و اینکه خیلی دوست خوبیه و خیلی آدم مورد اعتمادیه. من فکر کنم که همه اینا دست به دست هم داد که ما بتونیم با هم دیگه دوستی خوبی رو داشته باشیم. صدا ها میگه که تو هم میری، میگن آخرش تو هم دیدی. صدا ها میگه که اومدی اینجا باشی مهمون و از عشق تو هم سیری. میگه که تو هم میری، میگن آخرش تو هم دیدی. صدا ها میگه که اومدی اینجا باشی مهمون و از عشق تو هم سیری. از بین اون 70 میلیون نفر 80 میلیون نفر توی ایران، با حالا ایرانیایی که خارج از کشورن، اگه مثلا من فن بیسم یا زیادتر اونا بشه، دیگه اونا فن بیسشون زیاد نمیشه. در صورتی که واسه هر سبک و هر چیزی، هر کس هر چیزی طرفدار خودش رو میتونه پیدا بکنه. مثلا من اوایل کارم خب خیلی از آرتیستا هر روز میتونم بگم یه آرتیست جدید به مسیج میداد، خواننده وای تو چقدر خوبه، وای تو چقدر بامزه، وای چقدر این حرکت بامزه بود. بعد همین جوری به مرور زمان من کار دادم بیرون، موزیک ویدیو دادم بیرون، این کمتر شد، آرتیستا دورتر شدن از هم، هی دورتر شدن. اولش منم مثلا خیلی ساده بودم، مثلا با همه میگفتم میخندیدم، آره احساس میکنم با همه دوست باشم، احساس میکنم بعد متحد باشیم همه با هم دیگه. ولی بعدش فهمیدم من فقط همچین فازی دارم، بقیه اصلا تو این فاز متحد بودن اصلا نیستن، زیرا به همو میزنن، اینجوری میکنن پشت سر هم دیگه با هم حرف میزنن. و این قضیه باعث شده که کلا بگم اصلا چرا من دارم سعی میکنم با آرتیستا رفیق باشم، من بذار دور باشم ازشون، با هیچ کم رفیق نباشم، هم خودم راحت دارم هم به کریر موزیکم صدمه نمیزنم. Indonesia's foreign minister share with you now after watching thousands. The refugees pop into view as if from nowhere. On Christmas Island. و خب یه روزی هم اومد که زنگ زدن بهمون گفتن جمع کنید، بعد مثلا الان بیاین سر اون محلی که بعد بریم. یه عالمه آدم بودیم، اصلا انقدر همه چیز زود اتفاق افتاد که واقعا الان فقط یه
صحنه این عکس مثلا تو ذهنم میاد. و خب ما تو سن شب خیلیم تاریک بود، بردنمون بغل دریا و مثلا ما را توی آب رد کردن و با این قایقا رفتیم وسط آب و رفتیم توی این لنجا. اصلا نفهمیدم چی شد، یا چشم رو وا کردم روزه و یه عالم آدم توی یه لنج، هر جارم نگاه میکنی فقط اقیانوسه، دریام نه اقیانوس بود رسما. و خب حدود 3-4 روز ما توی این لنج بودیم، خیلی روزای بدی بود. یعنی اصلا حتی من فکرم بهش میکنم اذیت میشم، اصلا دوست ندارم بهش فکر کنم. دلم میخواست همیشه میگم کاش خیلی بچه بودم که اصلا این از ذهن من پاک شده بود، اصلا نمیدونستم همچین اتفاقی واسم افتاده حتی، یا همچین چیزی تو زندگیم بوده. ولی در آخر هم میتونم بگم همچین اتفاقی که واسم افتاد باز شد که شاید الان به این جایی که هستم برسم، اینجا بشینم. وقتی که این توی این شهر قرار گرفته بودم 15 سالم بود، حدود 120 نفر آدم توی اون لنج بودن. اونجوری که بعدش فهمیدیم اصلا قرار نبوده ما برسیم، اون کسی که حالا بهش میگن قاچاق بر یا هر چیزی اصلا نمیخواست ما اون روز برسیم، فقط واسه اینکه بخواد ما رو از سرش وا کنه میخواست بفرسته وسط آب. و بعدم حالا هر اتفاقی واسه ما بیفته بیفته دیگه، یا غرق میشیم یا مثلا پلیس اندونزی میگیرتمون. خیلی هم خوش شانس باشیم پلیس استرالیا میگیرتمون که خب خدا رو شکر جزء دسته سوم بودیم، خوش شانس از آب در اومدیم. دنیا رو ما دیگه فکر کنم 2 سال هست که میشناسیمش و داریم باهاش کار میکنیم، یکی از آرتیست های جدید خوب رادیو جوانه. خب دنیا که میدونین تو اینستاگرامش فعال بود و آهنگای مختلف رو بازخونی میکرد و جالبیش این بود که فکر کنم اولین باری که من دیدمش و یک آهنگ مدلی آهنگای زد بازی رو کاور کرده بود. خود منم خب خیلی طرفدار زد بازی هم بودم و هستم، و اینکه اون موقع دیگه گفتم که من ببینم این دنیا کجاست، چی کاره است، دوست داره خوانندگی و اینا، از طریق یه سری آشناها باهاش تماس گرفتم، صحبت کردم ببینم علاقهش به میوزیک اینا چیه، و از اونجا دیگه شروع کردیم سر آهنگای اوریجینال و اینا و شد یکی از آرتست های لیبل رادیو جوان. دنیا خیلی خلاقیت خوبی داره، زیادی داره تو همه پراجکتاش، تو هر کاری که انجام میده، توی آهنگاش، ویدیوهاش، سوشل میدیاش، اینا خودش کل ایده زیاد داره، ایده کم هیچ وقت نداره. این نکته خیلی خوبیه برای یه آرتست که این همه انرژی داشته باشه، بتونه با ایده های مختلف هیچ کار جدیدتر انجام بده که تکراری نباشه. میدونین چون که ما خیلی سخته که آرتیست های مختلف پیدا کردن مخصوصا خارج از ایران، و دنیا که باش آشنایی شدیم قبلا هیچ کاری هم نمی کردن، آهنگ رسمی زیاد نداشت، تازه اولاش بود. تونستیم با هم صحبت کنیم ببینیم که مثلا چه نوع سبکی میخواد انجام بده، چه نوع میوزیکی دوست داره، چه استایل دوست داره، چه نوع آرتیستی میخواد باشه. خب این خیلی سخته که مثلا از اولش ما شروعش بیایم با یک کسی که میخواد این کارو شروع کنه با هم دیگه هم فکر کنیم و بعد مثلا این کارو شروع کنیم با هم دیگه و انجام بدیم. خب اولا راه دور کار کردن خیلی سخته، یعنی الان خیلی آرتیستای رادیو جوان راهای جای مختلف زندگی میکنن و خب با دنیا هم که اون ور دنیا هست تو استرالیا، اینه که هم خب سخته دیگه، تایم زونمون همیشه فرق میکنه و اون موقع که من بیدار میشم اون تازه داره میخوابه. ولی خب این یک سری از چالنجا هست و خب بعدش هم خب آرتیست های جدید یه ذره خب سخت مارکت قبول کردنش بعضی وقتا، و باید پیدا کنیم که چجوری اینا رو معرفی کنیم و بتونیم یه استانداردی خوبی داشته باشیم که مردم دوست داشته باشن و قبولش کنن. اصلا همون موقع گفتم همینه، این همون چیزیه که من میخواستم، و خب خیلی خوشحالم از اینکه مثلا با رادیو جوانان کار میکنم. یعنی واقعا بین اون همه آدم خیلی به خودم هم خیلی میگم خودم میخوام افتخار کنم که مثلا تونستم انتخاب درسته رو انجام بدم، بین اون افرادی که باشون صحبت میکنم بهترین چویس هم همون رادیو جوان بود. واقعا اونا کسایی بودن که من واقعا دوست داشتم باشون کار کنم. ولی خب بازم همه فکر میکنیم قرار بمیریم دیگه، یعنی اصلا این تو ذهنم بود که قرار بمیریم و من
از دریا میترسم. چرا دریا میترسم؟ چون که از کوسه میترسم. کوسه کجاست؟ تو دریاست. ولی خب دیگه یه جایی یه موقعیتی بود که دیگه من خب بترسم، من چیکار کنم اگه بترسم؟ که خب به خودم سخت‌تر میگذره. فقط تنها چیزی که تو ذهنم بود اینه که قبل اینکه بخوایم غرق شیم من بمیرم، آقا تموم بشه بره، من دیگه نخوام این غرق شدن و تو آب رفتن و ترس اینکه الان یه کوسه بیاد اینجوری منو گاز بگیره بره، اینا رو نمیخواستم حس کنم. خواستم قبلش اصلا بمیرم تموم شه. همیشه هم مثلا این سری از آدمایی که مثلا اون دوران با همون توی منج بودن و هنوز میبینیم میخندن بهم، میگن که تو توی اون موقعیت چجوری شد که تو یه شونه گرفته بودی دستت، موهاتو شونه میکردی، امپیچوی گوشه بودی، آهنگ گوش میدادی؟ میگونم اینجوری نگاه میکردی. من در اصل تو ذهنم داشتم به این فکر میکردم که اوکی ما الان اگه غرق بشیم خب خیلی به من سکته میکنم تو آب اصلا رسما. کاش قبل اینکه این اتفاق بیفته من بمیرم. اون چیزی که شما میدیدین از من کاملا برعکس بود اتفاقی که داره تو ذهنم میفته. ولی خب به هر حال میگم خوششانس از آب در اومدیم، چون که یه دونه این تلفن‌های خیلی گنده توی اون لنچه بود که مثلا گفتون تلفن با خودتون نبرین چون نم از طریق نم چی چی چیش مثلا پلیس اندونزی میگیرتتون. دیگه خلاصه با هر بدبختی که شد ما سعی کردیم به پلیس استرالیا زنگ بزنیم، بهمون گفتن که ما بهتون قول نمیدیم نجاتتون بدیم چون حدود 7 8 ساعت دیگه بهتون میرسیم، ولی سعی میکنیم هواتون رو داشته باشیم. دیگه شب شد، دیگه اصلا چشی هیچ جا رو نمیتونستی ببینی، نه نوری بود نه هیچی، فقط سیاهی بود تنها چیزی که میدی با یه دونه چراغی که اون وسط بود که اصلا هیچ کاری نمیکرد. ما اون نوره رو دیدیم اون تاو دیدیم یه سری قایقای بادی اومدن اول دور لنچمون چرخیدن، بعد به انگلیسی گفتش که ما داریم میچرخیم چون که اطراف لنچتون کوسه است، ما داریم میچرخیم اینا برن. فکر کنم کسی دیگه جز من و مثلا من و بابام متوجه نشد این اصلا چی گفت. بقیه اصلا براشون مهم نه، ما گفت چی؟ کوسه. خلاصه که اومد و یو زنه برگشت گفت Who can speak English؟ ما فهمیدیم یی پلیس استرالیا گرفتتمون. خودش Welcome to Australia. رسیدیم. تازه اونجا قصه شروع شد. ما تازه رسیدیم درست. رفتیم تو کمپ، بوده یکی دو ماه تو کمپ های کریسمس آیلند بودیم. بعد دیگه 4 ماه توی کمپ های استرالیا بودیم. ملبورن، شهر ملبورن. و بعدش هم رفتیم میان مردم. دیگه رفتیم سر خونه زندگیمونو. الان 6 سال از اون اتفاقات میگذره. واقعا این مدلی بودم. یه مدت زمانی بود که اصلا هیچ کاری نمی‌کردم و فقط فکر می‌کردم به اینکه دوست دارم اینجوری شه، دوست دارم اونجوری شه. دوست داشتم خب فقط فکر کردن تنها قرنی کاری واسه من بکنه، یا اینکه بخوام وایسم حالا یکی بیاد کمکم بکنه بازم نمیشه، بعد خودم دست به کارشم. چون در آخر خودتی که باید یه تکون به خودت بدی، کسی نمیاد کمکت کنه. آرزو می‌کنم که نه فقط خودم، همه آرتیستا، چون میدونم فقط من نیستم که با این داستان ویزا و اینا الان دارم دست و پنجه نرم میکنم، خیلی آرتیستای دیگه هم هستن. من واقعا امیدوارم که همه کاروبار ویزایشون درست بشه، بتونن راحت با خیال راحت به اون چیزی که میخوام برسن و فعالیتشون تو موزیک یا هر چیز دیگه رو ادامه بدن. چه میتوان کرد یه به خوش از گلومون پا